برای بیشتر در این مورد شمس عزیز احمدی رئیس نهاد آیسک اینجا با ما هستن آقای احمدی خوش آمدید ببین در در مورد این نهاد بیشتر بگویید تشکر از شما سلام بر شما و بینندگان عزیز تلو نیوز آیسک یک سازمان بین جوانان است سر سراسر سر دنیا که در 126 کشور دنیا با دفتر داره و هدف از آیسک به خاطر تبادل فرهنگ و رشد و ارتقای ظرفیت جوانان در کشورهای مختلف کار میکنه و خوشبختانه در افغانستان 16 سال است که آیسک فعالیت داره با و و گپ خوبشی است که تمام افرادی که در آیسک کار میکنن رضاکار کار کار میکنن حالا امروز شاید یک نشست بودیم هدف از این نشست چی بوده است؟ خب هدف کلی از کنفرانس امروزی بود که معامو پلی که بین جوانان و سکتورهای خصوصی و دولت وجود داشت ما خواستیم امو پول برداریم و جوانانی که میخوان به تشبس رو بیارند اونا را با, 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 با کسایی که در افغانستان گذاری کردن نزدیک نزدیکتر بسازیم تا کسایی که گذاری کرده از تجارب خود با کسایی که نو می‌خوان تجارت آغاز کنند با اونا شریک بسازند و همچنان از نهادهای دولتی ما با خود داشتیم تا دا اونا به جوانان بگویند که چقدر فرصتهای کاری در افغانستان وجود داره و چقدر دولت اونا را کمک میکنه در صورتی که بخواهند یک تجارت کوچک در افغانستان آغاز کنند حالا شما گفتین که 16 سال قبل این با آغاز کرده نخستین برنامه را در افغانستان در 16 سال قبل کی آورد و چه برنامه بود؟ خب آیسه خوبی خوبیه که داره کدام صاحب خاص نداره یعنی از کدام کس خاص نیست چون تمام افرادش رزاکار کار میکنند یک افغانی که در جرمنی محسل بوده و آیسک در جرمنی وجود داشته و خواسته آیسه که به افغانستان بره تا بتونن افغان هم موضوع استفاده کنند کی آوردی برنامه کی تطبیق کرد اینجا خب یک محصل بود به نام محمود نصار خودش در جرمنی محصل بود و امین نشته و گرفت و آیسه آورد به افغانستان خب حالا این پنجمین نشست است که برگزار شد <تصفح> از نشست های قبلی بگوین این نشست های قبلی که برگزار شد چقدر تانست که به برای تجارت انگیزه بده چقدر جوان تانست که از این نشست ها استفاده کنند خب کنفرانس قسمی که خودتان شاید بوده. این مؤثیرت زیاد داشت خصوصا در بخشی که ما تانستیم امروز مثلا 500 جوانی که در جستجوی کار بودند و برای اونها در اونجا زمینه کاری فراهم شد و ما قبلا در کنفرانس های قبل ما که در آخر از کنفرانس کسایی که ایدهای تجارتی دارند با سه ایده که برتر باشه ما بعدا دونا را با کسایی که در افغانستان گذاری میکنند با اونها معرفی میکنیم بعدا با بالای ایده ما اونا به انوست میکنند و با کمک میکنند تا اونا همو تجارتی که دارن تجارت خود آغاز کنند حالا نشست امروز چقدر تاثیرگذار بود چقدر جوانان از این نشست استقبال کردند خب نشست امروز بسیار خوب بود تقریبا 500 جوانی که در اونجا در کنفرانس اشتراک کرده بودند و اونا به سی وی خود دادند و مفارم پر کردند من مطمئن هستم که تعداد زیادشان در تدارکات ملی میتونند وظیفه بگیرند و همچنان ما کمپانی های دیگه را با خود داشتیم در دا خود کنفرانس که اونا در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده بودند و به جوانان از مفکوری از اون استفاده کنند و داینده دا با اونا به تماس باشند و اگر اونا کارمند ضرورت داشته باشند همراه از اونا کار کنند و اگر به شخصی از کن فرانس کسایی که ایده خوب داشته باشند اونا را کمک میکنند تا مو بزنسی که خود زیادتر دارند میشه و تره عملی بسازن و اون بزنس خود ران کنند در افغانستان خب قسم که دیده شد بیشتر در این برنامه جوانای منتخب حضور داشتن کسایی بودن که کس از قبل انتخاب شده بودن این جوانا چگونه انتخاب شدن چگونه را پیدا کردن در این نشست خب قبل از, از اینکه ما به کنفرانس مهمان را دعوت کنیم یا همین کسایی که اشتراک کننده از دعوت کنیم ما یک فرمی داریم که از طریق آنلاین و فرم پر میکنن بعدا ما تقریبا خاطر از این کنفرانس اضافه تر از 1700 نفر درخواستی داشتیم که بخواهند این کنفرانس اشتراک کنند بعدا از پروسیجری که اونها شدند که ولی اپلیکیشنی بود که اونها پر که چقدر ایده تجارتی دارند و چقدر میتونند از این کنفرانس استفاده کنند بعدا با هر کدام از اونا و خواسته شد و با هر کدامشان صحبت از شد از ولایت های افغانستان هم شما اشرا بله بله ما از های مختلف خب، افغانستان اینا وقتی که میاین مصرف دارن این مصرف و دوشی چه کسی بود؟ خب کار کایسک میکنه با متفاوت بادیگاه است ما به ما مثلا مصارفی که به یک کسی میاد کنفرانس شتاک میکنه ما هیچگاه مصارف از اونها را با برشان نمیتیم چون ما یک نهاد رضاکار هستیم صرف ما کاری را که میکنیم اونها را با سکتورهای خصوصی و با دولت مرتبط میسازیم و بعدا از اینش خودشان میپردازیم حالا در مورد مشکلات بگوین که چه مشکلات برای کسایی که تجارت تازه آغاز میکنن و کسایی که میانکار هستن وجود داره؟ خب امروز قسمی که ما شاهد بودیم کسانی که در افغانستان سرمایه گذاری کرده بودند دو از تجارب خود خصه کردن که وقتی که یک فرد میخواد که تجارت را آغاز کنه طبعا فراز نشیب زیاد داره و خود سن هم در افغانستان باید بازار ارزیابی کنه و همو مشتری که داره یا کاستمری که داره او را باید مشخص بسازه که برای کی در افغانستان سرمایه گذاری میکنه و همو تارگت این نفر کی است و طبعا مشکلات در افغانستان بسیار زیاد است اما به خوبی دهی است که در آخر وضعیت تشبسات در افغانستان رو به بهبود است قسمی که خودتان شاید است این صدها آنلاین بزنسی که در خود افغانستان شروع شده و هر روز رشد میکنند و روبه به تغییر است آقای احمدی هر چند وقت بعد این نشست برگزار میشه و شما جانای منتخب اینجا میارین؟ خب این کنفرانس که ما داریم در سال یک بار برگزار میشه یعنی این سال برگزار شد سال دیگه دوباره برگزار میشه چگونه یک جان از این نشست باز ما نتونه نشست اشتراک کنه چگونه میتونه سال بعدی شرکت کنه خب ما کوشش کردیم به حد از که بتونیم امی تحصیلات فراهم کنیم کسانی که اشتراک نمیتونستن اونا ما به شکل زنده یا به شکل لایو همراهشان کنکت بودیم تا وا با وجودی که خودشان اشتراک نکرده بودن میتونستان به شکل لایو کنفرانس دنبال کنن و منتظر فرصت هایی که بعدا آیسک در جامعه مهیا میسه منتظر زو باشند و همراه آیسک کنکت باشند میشه که فرصت های بعدی در اشتراک کنن خب حالا خواستان از حکومت چی است خب خواست ما از حکومت زیادتر تامین امنیت شهروندا است چون کار اصلی که آیسک میکنه تبادل فرهنگ بین کشورها هست ما مؤسسینه به خاطر برنامه‌های کوتاه‌مدت آموزشی از افغانستان به دیگر کشورها میفرستیم و مؤسسینه که در دیگر کشورها هست دوباره به افغانستان میاریم تا اینجا بالای می سوشل پروژه کار کنن خب تشکر از شما, شما. تشکر.